کاک اند لودد میدونی وقتی توفنگ آماده میکنی بهش میگن چی؟ ها؟ کاک همین تو ایمیل میدونی چون من اینکه سامداره بایننس خب سلام کوادریگا ایمیل زد هفته پیش دوره من نمیخونم دیگه ایمیل نشد نخون نخون تو نیاز نیست بخونی من من بعد زندگی تو دوش داری همه کوینام تو کوادریگا چقدر چرا بهت گفتم لایت کوین داشت. سه تا لاین کوین داشتم یه لاین کوین اصلا راحتم نه چرا چرا کمش کردی لایت کوین الان سی دلار شده اصلا دیگه فالو نمیکنم چقدر بود؟ هشتاد دلار بودم نبا و سد و چل پنجا خرید من سد چل خرید هر هفته ما دوانه این بددختی که داریم برای یه صحبتی بکنیم خیلی وقت بود نگفته مشکلاتی که برای اون به وجود بوش بده یه زمستون بود همون فکران زمستون دو ازایی شب بود باران بود زمستان استانبول یه خو قیورانه همه جو افتاد داره بیتکوه میره بالا پس ما عقب نمونیم اینا همه دلیلاش این تو بغلس نه بود ولی نمیگیم همه تو این گروه هممون با هم حالا من خودم قسمت از جو بودم بودو بودو از داستان قبل نمونیم لایت کوین رو بخر ارزون تره بیشتر تعداد سکه میگیری لایت کوین رو خریدیم تو اوج به زمان از فرداش اومد پایین دیگه هیچ وقت و رو ندید بابا عدد ندید که چند ما لایت کوین داشتیم من مونده بود الان برما شده سنتی شده دید. <تصفح> خود تو تعداد داریم خیلی آره. مهمه آره بعد آره. تقصیر تو شو تو این کوینی که من گفتم و خریدی رفت بالا یادته تو یه جای مثبت بودی باور بابا نمیشون. آره من همون شبش اگه میفروختم مثبت آره. بودم, بودم می شو می شو آره. که بودم میتونستی همون شب بفروشی آره. همون لحظه من یه ذره کم می‌کنی چیزامو آره ببین من برای ایمان اون کوین رو خریدم رفت بالا یعنی ایمان مثبت شد این شد, شد شد بعد دیگه از دو روز بعد دیگه برای همیشه رسیدم به این جایی که نباید ایمان فکر کنم روی سی سنت خرید بیست و هفت هشت الان؟ الان یه سنت شده میخندی؟ تا چند وقت پیش سه ده همه یه سنت شد آقا فکر ده اینا باشدیم مکسیمال نه تا چند وقت پیش سه ده یعنی سه یعنی ستهاش میشد یه سنت الان یه دونش یه سنت رفته بالا من ایتریوم خریدم بخش من رفته بالا بفروشم از سریع چند سنت هم در بیارم تا خریدم نوتیفیکیشن گذاشتم که از این عدد رفت بالا بهم بگه یه اون نوتیفیکیشن هنوز هیچ وقت تریگر نشد اون نوتیفیکیشن خود کنم خود کنم بر میریم حالا الان بسرد اپیزود نیاز نهده بخواستم باشه این که میتونیم بریم هفته چطور بود؟ هفته خیلی خوب بود چیکار کردی که خیلی خوب بود قبلش بریم چی ها دیدین سریال چیز جدید نگاه چرا؟ کردی من چی؟ من همه انیمال کینگده ما شروع کردیم دیدی کارمون؟ خیلی استرس داره ببین همون تایگر تایگر کینگ بود که جو اینا نبود اون به یه شیوه ذهن تو به فنا میداد این یکی یه جور دیگه است جفتشون پلشتی ده من آم. من مشکل این بود که انقدر استرس, استرس به استرس نیاز ندارم به نه نه, نه. آه. سریال آه. سریاله. آه ولی خب اصلا یک یه... کارایی میکنه که اصلا نیاز نیست یه اتفاقی میفته که فکر میکنی چرا باید نیاز باشه برای آیا. همین وسطش من وایستادم دادم چیزو دیدم True Detective رو دیدم سیزن, سیزن یکش رو تمام کردم وسطه سیزن دو هم سیزن دوش اصلا سیزن خوبی نیست ولی سیزن یکش قشنگ بود آره یکی تو دیدی نه من سیزن ای... اوایل دو هم من. ام. ها هیچ رابطی به هم نداره اینا نه نه نداره. نداره. نمیدونم من سیزن یک رو تموم کردم هنوز شاید دورم شروع نکردم اوکی آه ولی فکر آره, سیزن ی... آره. دورو شروع کردم. آره خلاصه من توی توییتر هم پرسیدم که سریال چی می‌بینین اینا یه سه چهار تا ساجستیون اومده خیلی همین پیشنهاد که گفته بودن True Detective آخه گفته بودم در موردش صحبت کرده بودم گفته بودم که فصل یکش رو تمام کردم بعد یه سری چیزهای دیگه گفتن که هنوز نرفتم سراغشون ولی من... جالب بود توی یه هفته من رو تمامش کردم منم مینی سریز آن ارتوداکس رو یه سری گفته بودم آن نه. خیلی خیلی قشنگه تو چی الان میبینی؟ همین True Detective و دارک آه دارک, و دارک. 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 داد 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 دارک نه یه مدت پاس شده چون آه. عوامل ا دور کو بات این سیامک چند سالی هست روی توییتر هم فعاله نسبتا اونی که با مهرام مدیری بود آره دو یا تویت زده بود که آقا بهترین فیلمی که دیدی چی بود ما من رفتم ریپلایر ببینم خب مثلا طرف ریپلای خب. زده همه 20 تا فیلم لیست کرد نه 20 تا فیلم لیست کرد در گفت بهترین فیلم چی بوده یه دونه مثلا خیلی تن اپ آخه سخت ترین فیلمی که شوشنگ ردمشن واقعا من, من اگه بخوام یه فیلم فلایت آیه چیز دنزل عشان. خیلی دوست دارم آه. اون فیلم دنزل, دنزل واشنگتن هم من نه من خواهدم فیلمی نیستم واسه همین تاپ ترین فیلم تو ذهن ندارم فیلم های خوب نه مخ... منم واقعا جسته. تاپ ترین حالا د... من این چیزایی کات فادر هری پاتر اینا رو من خیلی دوست دارم آلیا. گاد فادر و مثلا پالپ فیکشن و اینا هم خیلی مود مودش رو خیلی میگیرن. چیز کوانتین تارانتینو تو تارانتینو تارانتینو والنتینو رزروار داگز و اینو ممنتو ممنتو هم جاده رزروار داگز که من هیچ کدوم دوتار ندیدم میرم ببینم ممنتو رو من دیدم رزروار داگز نه ممنتو سخت دیدنش دیگه یعنی باید چیز کنی باید یه زمانو رو بذاری مثلا سه ساعته گوشی تو خاموش کنی حتی از اینسپشن ا... پیچیده تا اینسپشن بازی یه ذره هالیوودی تر بود این خیلی اه... این خیلی اه. خیلی نکات ریزی داره باید قشنگ حواست باشه دیکود کنی نکنی مثلا این پس اینا البته... کن دیگه البته خب حالا نیاز نداره صد درصدم فیلم رو بفهم آره. یعنی یه ف... يز... داستان ایرول داره که تو همینطوری آره, گوشف... میفهمی دیدی چه استفاده از ایرول و بیرول کردم چقدر مهم بود <تصفيق> <تصفيق> یه چی یه داستان اصلی داره که تو اگه ازش هم نفهمی بر اول آخر داره همیشه هم. <applause> بعدش اینه از از که تو مثلا بار مثلا دوم سوم ببینی بعد ببینی که چه داره بریم اپیزودمون شروع کنیم میزنی دکمه سلام اینجا خودکسته یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزادم مامان سلام سلام اه... چه خبر؟ سلامتی خیلی جزرد. گفته بودم بگین کارون جریان جزرد. داره آره دیگه انقدر گفته بودم جریان داره آقا اجازه تایش تا آخر همینطوری میره آره اولش پرسید نه همون اولش دارم دیگه هیجان دارم جونم براتون بگه که هفته گذشته که خب اپیزودهای جالبی داشتیم اپیزود مصاحبه با کوروش رو داشتیم که خب خیلی بازدید داشت و خیلی استقبال شد ازش خیلی گفته بودن که میا رو هم دعوت بکنید چشم اگر که هر موقع دوست داشته باشن قدمشون بر سر و بر چشم هفته چطور بود خوب بود ما یه ذره قبل از این الان کسایی که در آدیویی میشنوند ما توی یوتیوب یه مثلا 5 شاید هشت دقیقه در مورد چی صحبت کردیم هفته اون چه جوری گذشت و چه سریالایی دیدیم ولی خب چه خبر چیکارا کردید خیلی معمولیه چه اتفاق نیفتاده نمیدونم تو تصویر پیدا هست یا نه اگر که میبینید اون کامل سفیده به خاطر که دوده معمولا یه دو تا درخت پشت معلوم بود و بدی الان تصویر بگراند ما با اون آفیسه که میرفتیم هیچ فرقی نداره <laughs> این نه. هم سفید اون حس و حالش منم قبل از اول اپیزود یادم اون آفیزه بودم نمیدونم چرا خداشو من نمیدونم تروماتایز نه شوارده. کارون اولش گفت یاد بعد یا تو گفتی یاد بدبختیامونو بکنیم اینا و یادم کارون هر سری ما میرفتیم من سخت سخت تو گفتی اون یاد بدبختی همون نگفتیم چرا ما رو یاد بند من رو رو یاد بدبختی مینداخت آره نه اونجا رو آره فکر کردم الان اون آفیس فوق جای سختی بود بعد مثلا می اومدیم همینجوریش سخت بود فضا بس پنجره نبود یه خوبی هم نبود یه وقتی فرزاد هم اپیزود می دوم میرفت بله نه این تو میدونی اون حرکت رفتن فرزاد این توی بود که خب شما که آره. گورت هفت جدتون ما رفتیم شما آره. میمونید و این خراب شده که... آره ام هفت... اون یکی اون یوبیستی دیگه این دوتا جا هر هفته بر این یوویستی برای تو چطور بود هفته؟ بعد نبود دیگه من از چهارشنبه دوباره کار کردم من آف بودم تا سه شمبه آف کردی آره شو. یک هفته آف گرفتم امسال آره اصلا آف نگرفته بودم بعد بهش آره میگن استیکیشن بله اینجا یا میگن وقتی که این قدم میکنه آره وقتی که آف میگیری و وکیشن نمی بهش میگن استیکیشن بعد حس عجیبی بود من عادت نداشتم که آف باشم و اون خونه باشم آره اصلا نمیشد دیگه حس چ... بی خودی داشتم حس که انسان خیلی چون تو خونه داره. داره. ما کار میکنیم وقتی آفی تو خونه حس میکنی آره یعنی من اولی اولین روز, روز که آفری همین واسه حس میکردی دیگه کاربورد نداری تو زندگی یه عنصر نهره سوخته ای تازه <تصفح> <تصفح> مثل من شد بعد اون روز اول که برگشتم حس خوبی داشتم که آخه مثلا من یه ذره مفیدم <تصفح> تو این دنیا نه پلی روشن کنید شروع کنید بازی کردن نق نزنید ولی تو هم هفته آروم و آره دیگه خوب و خوشی داشتی جا تو خونه جدید بله بله خدا رو شد همسایتون خوبه یه همسایه ایرانی هم داشت تو آسانسور فامیلشون چیه نمیدونم حالا اسمشون با... سن هم پرسیدن خب پرسیدن دانشجو یا کار میکنن بله با هم تو آشغال دونی با هم میرفت <تصح> آشغال دونی <تصح> <تصح> <قره> خانم بودن یا آقا, آقا بودن آقا. همه چی از من پرسیدن که خب چند ساله تو نپرسیدی متقابلا هم سوالا رو روم نشد خیلی بله من جدی چون کار میکنی یا <تصح> دانشجو <تصح> من <تص نمیتونستم بگم دانشجو معلوم بود دانشجو نیست چرا آقا میگه جانش پدرم بگو من خیلی عقبم بگو من چند اون سال تو رو, رو میگه می میگه سوال متقابل می 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 شما که دانشجوی 100 درصد <applause> آره گفتن که ساختمان خوبیه خیلی عمالی عالی خیلی قرص میکنه اسباب اسباب که چیز زخمی نشده بود بچه ها نه فقط تلویزیون خودم زخم کردم ببین یه کار وقتی به کاردان نسپردی خودت خواستی یه بینستی نمی‌دونی کار بود وازلین چیه به جز اون چیزایی که تو ذهنتونه چی تو ذهنمونه دست فقط لب و خوش میشه وازلین میزنه و موقعی که میخوای بری اسپارینگ بکنی میزنی دک و دماغت که اگه مش خوردی وانشه آره یه کاربرد دیگه هم داره تلویزیونتون اگه خش خفیف افتاد میتونید با وازلین کارو در بیارید یه ذره وازلین میمالید این جذب میشه اون خش رو پر خیلی جالب سیدی رو چی سیدی دی رو هم خشاشو پر می‌کنه خشی که رو تیوی تو بود خیلی بزرگ اون اونو پر اون سیمان بکشم خیلی هم عالی بریم سر اپیزودمون نه من یه اشاره بکنم اشاره بکن دیروز خبر وحشتناک دیدیم دیروز امروز صبح که خوابی داشتی نه دیروز اه من امروز دیدم خب اه اه دیشب, بود دیشب بود دیشب دیشب, دیشب. دیشب. دیشب بود آره اعدام نوید افکاری که کشتیگیر کوشیگی. ملی پوش ما بود خیلی وحشتناک بود همه فکر کنم هر کی که خون متاثر شد و ناراحت شد و اخیرا هم احتمالا اون ویسی که از زندان ضبط کرده بود فرستاده بود و اکثریتمون شنیدیم که داشت میگفتش که ما یه طولانی میگم طولانی که نه چند دقیقه پیشا را میگم بشنوید آخرش خیلی طرفی که گفتش تاثیرگذار گذار بود میگفتش که ما شنیده بودیم سر بیگناه پایدار میره بالای دار نمیره ولی اتفاق داره میفته و متاسفانه افتاد حالا ظاهرا توی ماه حرام اینو ادام کردن بدون رایت اون اصولی که همیشه باید رایت کنند مثلا یه دیدار آخر با خانواده داره همچین اتفاقی نیفتاد خیلی هم ای شد دیگه همین جوری که خب برای وچه ایران و ایرانی خیلی بده از اون طرف وچه ورزشی اون رو تحت تحصیل قرار میده فیفا نامه زده بود اصلا ممکنه ورزش ایران تعلیق بشه به خاطر همچین کارهایی من حتی دیدم اینجا رئیس UFC آمریکا هم ویدیو براش گذاشت احساس. دینا وایت آره جدی ریپوست کرد نوش خودش شخصا نه بابا آره, آره خیلی خیلی, من من خیلی خبرش پیچید نه ترامپ توییت, زده بود دینا وایت فیفا توییت کرد من امروز صبح اخبار کانادا رو داشتم بعد خبر آتش سوزی اینو گفتن خیلی مهمه خیلی سر صدا کرده کامیس ایشودش که اگه کل ورزش ایران رو تعلیق بشه دادم نمیسوزه این چه یعنی این که ببین ورزش رو باید کاملا مستقل از سیاست باشه یعنی دولت نباید توی ورزش دخالت کنه ما حالا به خاطر اون قضیه که خانوما رو وارد استادیوم نمی‌کردن یه مدت زیر, فشار, زیر فشار, بودیم بعد الان به خاطر قرارداد ویلموتس مربی تیم ملی که رفت چون گندی که زدن خیلی دیگه دامنه گسترده داشت دیگه دولت و اینا مثل که وارد کار شدن بعد از اون فیفا داره میگه که اگه حکومت وارد بشه مثلا ما ورزش رو تعلیق میکنیم چون باید مستقل باشه اینم که کاملا قضیه حالات سیاسی ام. امنیتی دیگه چی بگم چی بگم که هیچ چینگیم بهتره بریم سر اپیزودمون اگه. اونجا حرفا رو اونجا بزنیم هیچ ربطی هم به هم ندارم ولی خب برای یه ترانزیشن میخواستیم که ما الان انجام دادیم آره آره یه چیزی هم من خوندم جالب بود نوشته بود ما همون یه حکم اعدام داریم ولی لزوما برای همه صادر نشده یعنی صرف اینکه ایرانی باشی یه حکم اعدام اون گوشه هست برات ولی لزوما برای صادر نشده نشه آره حالا یه تغییر فاز بدیم وارد اپیزود بشیم شما 243. آره اینو ایمان مثلا خوب میدونه خود مثلا یه جا رو تمیز کنه چرا مثلا یه لکه اون گوشه میمونه باید بره اونو تمیز کنه همه چیز باید به بهترین شکل ممکن تمیز شده باشه خب بهش فشار میاد مثلا نشده باشه رو مخشه خب یا مثلا میخوای یه متنی رو بنویسی اینو بارها میخونیش اصلاحش میکنی تا مطمئن شی همه یه کلمات بار معنایی مناسب رو داره مثلا گرامرش درسته گرامر. نقطه ویرگول اینا رو جای درست او. گذاشتی مفهوم داره, داره این بارها این کارو میکنی و خیلی زمان زیادی ازت میگیره اینا رو خود کارون میدونه اینا رو دیگه من نمیدونم خب یا مثلا یه تکست ساده میخوای بدی اینو ممکنه هی کلماتش رو بالا پایین کنی حالا من اینو بگم این معنیش بد میشه این ممکنه این اینو, اینو کنه. اینا هی تو شروع میکنی بالا پایین کرد یا اصلا ممکنه تو کلا فلان کار رو انجام ندی یا فلان ورزش رو انجام ندی چون کنی توش مثلا جزو بهترینا نیستی بله اصلا به خود اجازه ندی وارد قضیه بشی چون فکر کنی خیلی از من مثلا ما اینجا تو کانادا اومدیم با بسکتبالی مشکل داریم جرئت نمی‌کنیم بریم بازی کنیم چون می‌کنیم اینا دیگه حتما از ما خیلی بهترن دست به تو هم شاید اینجوری نباشه آه این خیلی مهمه. شما همه رو پس میزنی با این ذهنیت که آدم باید پنجاه رو پس بزنه که اگه یه روزی صد رسید جا باشه براش با پا پیش میکشی ودی خب یعنی تمام هی هر آدمی بیاد شما با قدر پنجاه این رو پس میزنی که اگه یه روزی صد در صد قضیه وارده مثلا داره آ... چیز عدد میذاره رو آدم ها که تو مثلا آدم من آدم پنجاه هست صدی هستم اگر که برم بخوام با ایشون دوست بشم میگه نه تو برو من منتظر میشم این صده بیاد صده بیاد از ده ده. یه سری آدم ها, آدم ها رو اون وسط از, از بین میرن همه آره همش منتظری که یه مدینه فاضله یه شرایط ایدئال یه... اتفاق بیفته. آره. مدینه ات... آره بله اینا همه نشونایی از کمالگرایی خیلی هم ممکنه در سطوح مختلف یا توی خودمون دیده باشیم یا توی آدمای اطرافمون این قضیه رو دیده باشیم و بعد... حالا به شکل مختلف ممکنه مثبت بوده باشه ممکنه منفی بوده باشه ولی این موردی که میگم پس شما یه جای کار میکنی یه رئیسی داشته باشی که این کمالگرا باشه و از شما مثلا یه کار بی ای و نقص بخواد حالا این شما رو همیشه چی میکنه خیلی مسترب آره مسترب میکنه و در واقع اون آرامش خاطر رو نداری خیلی این سکیور میشی که خب کی کافی اصلا کافی وجود داره یا نه خب. و حالا تو فرهنگ ما که در وصل داریم که میگن کار نیکو کردن از پور پر, کردن است اینو اینو ما از بچی میکنن تو مغز ما و فرهنگی که ما 19 و 75 و 20 حساب نمیکنه <applause> تو فرهنگ ما 19 و 75 و 20 اینا رو یکی حساب نمیکنه خب تو فرهنگ اینجا متفاوت دیگه ای و ای پلاس و اینا بازه داره بر خودش آره آره ای, پلاس بازه داره تو ایران فرق می میکرد و این قضیه فرهنگی این که از بچگی بکنن تو مغز ما به نظرم من بستر رو برای یه کمالگرایی مریضگونه فراهم میکنه درسته چون سطوح مختلفی کمالگرایی میتونه داشته باشه حالا این اپیزود ما بیشتر راجع به در واقع جنبه منفی قضیه ممکنه صحبت کنیم یه سوالی هم که تو اینستاگرام پرسیدیم جوابایی که اومد من میتونم بگم 80 90 درصدشون داشتن به جنبه منفی قضیه اشاره میکردن یه جنبه مثبتی میتونه داشته باشه و اون اینه که اگه به شکل افراطی نرسیده باشه وقتی که شما مثلا یه کار تیمی چیزی داری میکنی اگه یه انسانی باشه که کمالگرایی مثبت داشته باشه کارآمد داشته باشه شما میدونی اگه یه کاری رو بهش بسپاری خیالت راحته که این کار رو با کیفیت به تو تحویل میده این قضیه خوبشه یه آرامش خاطری به تو میده که این تو رو مثلا شرمنده نمیکنه مطمئنی که این کیفیت یه, یه مینیمومی از کیفیت رو به تو ارائه میده این قضیه خوبشه ولی خب بعدش سوتوی مختلفی داره که ما الان میخوایم راجع به اون صحبت کنیم خود ما الان من این مثال رو گفتم احتمالا تک تکمون توی ذهنمون یا زمانهایی که خودمون مثلا داشتیم کمالگرایی بی خود میکردیم یا اطرافیانمون داشتن به ما اعمال میکردن تو ذهنمون اومده باشه توی سال یه سال بپرسم فقط گفتیم ما میخوایم از منفی بیشتر آره اون مخرب است آره ام. اون بحثی که ممکنه تخریبگر باشه آره. چون مرز مشخصی هم وجود نداره که از کجا مخربه از کجا نیست ولی چیزی که هی به شما بیشتر دامن بزنی بیشتر توش گیر میکنی تو آتیشش میاد صد در صد. یه ذره حالا نش... الان چند تا مثال زدم بعد نشونه هاشو میگم مدل های مختلفی که حالا روانشناسات در آوردن رو میگیم بعد آخرش هم صحبت میکنیم که چه کارهای خیلی راحتی رو میتونیم خودمون انجام بدیم که جلوشو بگیریم امه. نظریم از کنترل خارج آخرش هم اگه خیلی جدی شد چه کاری میشه انجام داد سال 2014 دانشگاه یورک اه, یه تحقیقی رو داد بیرون یه مدل کمالگرایی رو معرفی کرد به اسم کمالگرایی اعمال شده توسط جامعه prescribed by society این چی میگه میگه که یه سری از شغلا هستن چون ماهیت شغلینه که باید شغل دقیق انجام بشه جامعه به آدمایی که اون شغل رو انجام میدن یه فشاری رو میاره که انتظار خیلی زیادی ازش دارن که همه کاری که انجام میدن کامل تحویل داده بشه این شغل مثل شغل مهندسی حقوقداناس و پزشکیه حالا شغل دیگه ممکنه باشه این رو فقط مثال زده بود میگه انقدر استرس و فشار به اینا وارد میشه که دیگه به حالت خود تخریبی میرسه طرف این توی همه حالا کارهایی که تو زندگیش انجام میده انتظار داره خودش که دیگه به نحو احسن مثلا قضیه رو انجام داده باشه این مورد اولشه چیزیه که جامعه از تو انتظار داره یه مورد دیگه داره سلف اورینتد یعنی تو خودت مم. یه سری استاندارد رویایی برای خودت تعریف می‌کنی که اگه بهش نرسی کلافه‌ای درست تا وقتی به اون نرسیده باشی به اون استاندارد اصلا استرایزت نداری مثلا امتحان میدی خودت اصلا با خودت 1975 و 20 حساب نمی‌کنی می‌خوای خیلی کامل باشه یا مثلا یه ارائه داری اگه یه جاش مثلا تو زده باشی ناراضی کلش هم خوب پیش رفته باشی یه جاش مثلا یه کوچولو مشکل داشتی اصلا خود دیگه با خودت حال نمیکنی آقا شب بعضی موقع اون یه دونه فکر میکنی کل کار رو خراب میکنه یعنی احساس میکنی که من همه چی خوب انجام دادم مثلا میتونستم نمره مناسب بگیرم ولی الان شاید کلا از بین ببره همه چیزو میدونی خب همین دیگه این بخ... ما آدم اشتباه میکنه دیگه ما که ربات نیستیم کامپیوتر نیستیم صد درصد اشتباه میکنیم بله. حالا ممکنه تو اون لحظه زبونت و نچرخه ذهنت بره یه جا به هر دلیل اشتباهی میکنی بقیش ممکنه خوب پیشرفته باشه مهم. ولی چون مثلا اون یه سال رو درست جواب ندادی خودت این فشار رو خودت میزه حتی از دید آدم های بیرونی هم ممکنه اینجوری نباشه این شرایط من دیدم مثلا یه حالا ارائه گروهی بود سر کار بعد یکی از بچه‌ها ما ارائه میداد مثلا یه اشکال کوچیک پیش اومد معلومم بود مثلا یه اشکال صحوی اصلا مهمم نبود ولی بعدش این بیچاره انقدر اصلا خودش خودخوری کرد و مشکل داشت و اینا بعدش هم گفتم منی که از بیرون داشتم میدیدم اصلا به نظر اوکی بود و تو هم خوب جمعش کردی منی که حالا داشتم این حرفو به اون میزدم مطمئن بودم اگه خودم جام با اون عوض میشد من اونجا داشتم دیوونه میشدم اینجوری که آه بابا دیگه ام. مثلا. یه درصد خطایی باید به خودت مثلا فرجه بدی که آقا آره یه چیزی ما نمیکنیم میتونم بگم دارم. توی توییترش میزی میخونم یارو نوشته بود که به نظر شما اون فیچری که روی شما هست حالا اون ویژگی خیلی حالا چیزی که آدم ها موقعی که شما میبینند و از از فیزیکی توجهشون جلب میکنه به نظر خودتون چیه و به نظر آدم های دیگه چیه یعنی ما مثلا بعضی اونقا فکر میکنیم که من چه میدونم من چاقم من چشام کجه چشام دماغم فلان و اینا ولی وقتی یک نفر دیگه باش صحبت میکنی اون اصلا این رو نمیبینه یعنی همش توی ذهن خودته و اینا خیلی میتونه مخرب باشه دیگه میرسه به همون کمالگرایی که تو میخوای همیشه بهترین باشی مثلا چقدر از دخترای نوجوان هستن که فکر میکنن چاقن غذا خوردنشون رو کمتر میکنن یه بیماری انورکسیا, انورکسیا میگیرن مثلا طرف واقعا دیگه رسیده به استخونش دیگه هیچ چی دیگه نداره به خاطر اینکه فکر میکنه توی دیده بقیه چاقه ولی اصلا بقیه وقتی میبیننش میفهمن که طرف مریضه اصلا انقدر غذا نخورده چون رسانه ها تصویر انسان ایدئال رو به عنوان یک انسان لاغر شما ایجاد میکنن اون الان البته داره. داره خیلی سعی میشه که اینو بکشوننش به روی وس حد تعادل و از مدل های آره ها. از مدل های توفل تر استفاده آره واقعا همین ها یعنی استفاده میکنن آمده. از خیلی بهتر اتفاق هم دارد دوی ممنونم <applause> <تص آره خب <تص> آره این مدلی بود دوتا تا مدلش رو پس تا الان ما اشاره کردیم یه مدلی که از بیرون آها این راجبه معنی که تو گفتی تو ها؟ نه اشاره کردی من NAH, نه گفتی گفتی از آدم ها میپرسند مثلا بقیه شما رو میبینن چه ویژگی رو معمولا هم یکی نیست چیزی که انتظاری که خود داری من قبلا یه دارو بهش اشاره کردم میگن سه مدل من ما داریم یه مدل منیه که من توی ذهنم یه تصوری از خودم دارم یه مدل منیه که واقعیت <t> <t> ایمان حالا واقعیت هم که نمیدونیم چیه ایمان توی ذهنش از من تصور داره یه دیگه هم داریم که تصوریه که من فکر میکنم ایمان توی ذهنش من رو مجسم کرده اونطوری یعنی آره. من فکر میکنم ایمان راجع من چی فکر میکنه این میشه مدل من مادری برو برگردیه آره یه چیز عجب غریبیه درسته خب آره دو مدلش رو تا الان گفتیم جامعه به ما اعمال میکنه خودمون سلف اورینتد یه استاندارد خیلی بالایی داریم یه دام آدرز اورینتد بله یعنی این اون حالت رئیس است که یه سری استاندارد بالا عجیب غریب داری ولی خودت هم انجامش نمیدی انتظار داری طرفت برات انجام بده اگه رئیس باشی هم. مثلا کارمندت باید به بهترین شکل کارش انجام بده خودت یه امضا رو مثلا اشتباه ممکنه بزنی یا خانواده یه <applause> خانواده باشه از انتظار, انتظار داشته باشه بچه هاشون مثلا درس بخونن به بهترین شکل در که خودشون مثلا ممکنه دیپلوم به زور گرفته باشن نمیشه دیگه نها میگه این آدمایی که آترز اورینتدن یعنی استاندارد بالای خودشون رو به بقیه اعمال میکنن خودشون انجام نمیدن یه حالت چی دارن ایمال میدونه نارسیسیستیک دارن یعنی که خود شیفتن اینا حالت به مریضی اونجر میشه من. حالت روانی روانشناسا در واقع طبقه بندی میکنن به این شکل که نارسیسیست آره نارسیسیست باشید نارسیسیستیک رفتاری نارسیسیستیک داشته باشید اینطور میشه آره خب؟ خودتون رو به بقیه زور میکنید بعد آها یه تحقیق سال 2017 که منتشر شده میگه که نسلای جدید نسبت به نسلای قدیمی وقتی همین سن رو داشتن خیلی بیشتر این سه مورد کمالگرایی توشون پیدا شده خب یعنی نسبت به گذشته ما داریم توی این زمینه بد داره میشه تمام نسلا دارن این تفکر حالا کمالگرایی منفی مریضگونه رو توی خودشون بیشتر نشون میدن حالا نظر شما چیه, چیه به نظرتون چرا یه همچین اتفاق میفته من بگم صد درصد اینترنته دیگه یعنی انقدر ما به به قول خودت این کمالگرایی خورونده شده تصویر حالا زن ایدئال مرد ایدئال چون زندگی ایدئال. پادکست ایدئال ماشین ایدئال ستاپ گیمینگ ایدئال به همون خورونده شده ما همیشه هر کاری بخوام شروع بکنیم خب من که اصلا هیچ چیشو ندارم یعنی من نه اون هیکله رو دارم که مثلا قیافم خوب نیست شما میدونم خوب ندارم آه. یا مثلا گیمینگ پیسی خوب ندارم یا هزار تا چیز دیگه دیگه انقدر اون سطح استاندارده توی جایی که همینطور داره با ما خورونده میشه بالاست که همیشه آدم فکر میکنه عقب از جاهای دیگه بگو جان من خودم تجربه شخصیم همینه که واسه عکاسی خب من حالا مثلا یه دور... صاف بشینی چون دیگه یه دوربینه مثلا نسبتا خوب دارم حرفه ای ولی انقدر مثلا عکس های خوب میبینم یا میبینم عکاس های خیلی خفنی هستن و هیم مثلا دوست دارم هی رو پیدا کنم اونها رو ببینم که واقعا خودم همیشه یه نگرانی و چیزی دارم یه حس امنی به خودم دارم که اصلا دستم به دوربین نمیره میگم من که عمرا بتونم حتی حتی اون مینیموم رو رعایت بکنم واسه همین میدونم مثلا چندین سال اصلا دست به اون دور فکر نزد. من بیشتر از باش آره <applause> چیز دیگه ای که هست همینه ها یعنی حالا مثال شخصی میزنم من نگاه میکنم میبینم مثلا فلان عکاس فلان دوربینو داره پیش خودم فکر میکنم که اگه من اون دوربینو داشتم که این عکسو میتونستم بگیرم چون این دوربینو ندارم نمیتونم این عکسو بگیرم مثلا فلان گیمر همچین سیستمی داره من اگه این داشته باشم که 100 درصد بازیم از اون بهتره مثلا نیاز ندارم این اینم هم همیشه باید در نظر اتفاق افتاده با که مثلا به اون ستاپ برسیم 100 درصد بیا ستافه آره <تصفح> چیکر مثلا ستاپ گرفتیم به جوروگن نرسیدیم که واقعیت دارم میگم خودت به خودت به اون آره 100 درصد مثلا من مثلا من پی سی گرفتم شاید 5 درصد توی کل بازی من تاثیر بره که ولی خب آدم اون خیلی آره منم که خوندم همین بود نظرم که قطعا سوشال مدیا حالا اینترنت و اینا تاثیر بر همین اول از شما پرسیدم ببینم نظر شما هم همین یا من دارم خیلی هم سوشال میدیا رو میبینی ها تو صدا سوال کم شده من منم دیگه نمیشوام نه میری سوشال او پوستش صاف چی چی من پوستم اینجوری خراب شما پوستتون صاف بعد دیدی پارسا آشو با فتوشاپ چیکار میکنن همین دیگه یه چند تا عکس من دیدم که عکس واقعیت چیه بعد ببخشید چه جوری اون کار رو من فهمیدم خب اوکی okay. خانم کیم کارداشیان اون تاقو ندارن من راجع به پوست صورت داشتم من کلا در مورد بدن و هیکل و اینا دارم صحبت میکنم اتفاقا چون که و اینا همیشه اینا ادیت شده فتوشاپ شده یعنی اون چیزایی که شما میبینی توی اینستاگرام خیلی تغییر پیدا کرده یا مثلا یه نفر دیدی بعضی از زاویه خودشونو دارن با. تو عکس که میخوای بگیری این مثلا این ساید بهتر من اینا من جوف سایدم آقونه <laughs> برای همین یعنی اینا رو باید در نظر گرفت خیلی چیزا رو ما نمیبینیم موقعی که داره حالا یه سری بنتش... م... نش آره نش پیدا میکنه یه سری چیزا رو ما نمیبینیم ولی خب اثر به سزایی داره توی حالا پرسپشن ما یه سری ها نمیدونم خود کیم کارداش این کارو کرده یا نه دقیق تو ذهنم نیست ولی یه سری از مدل ها اومدن دارن عکس های اصلی خودشون رو میذارن اکس های قبل از اینکه بدن به مثلا ادیتور و اینا و خیلی حالا نمیدونم چون مثلا یه چیز نو مثلا جنجال برانگیزی اینقدر توجه گرفته یا اینکه نه خب واقعا همه دوست دارن مثلا این واقعیت ببینن و خیلی مورد قبول حالا طرفداراشون یا جامعه هم قرار گرفته حالا نمیدونم چقدر این ادامه دار باشه یا مثلا واقعا بتونن توی تبلیغ و اینا اون عکسای واقعی رو نشون بدن ولی حداقل اومدن تو حساب شخصی خودشون اون واقعیته یا مثلا اون ردایی که افتاده رو بدن رو دستا رو پاها رو مثلا شکم اینا رو دارن نشون میدن فرض تو چیزا چیزی داره بگی یا من بگم اتفاقی که افتاد یه سری خودکشی اتفاق افتاد برای دخترای خیلی کم سن به خاطر که فهم کردن زشتن یا کلشون بعد و اینا در جواب این اومدن اونای همچین عکس رو اه منتشر کردن یه سال و نیم پیش بود فکر میکنم ولی ولی هنوزم ادامه داره آره آره هنوزم ادامه داره به خاطر که حالا نمیدونم دیدین یا نه دو سه تا داکیومنتری عجیب اومد روی نتفلیکس خود همین همین رو هم دیروز داشتم نگاه میکردم اسمش یادم رفته حالا میذارم توی تصویریمون سوشال میدیا a... یه چیزی ام ام. آره, آره این ده. زیر آره. آره آره. 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 این, این زیر الان میذارم در مورد اون داشت, داشت توضیح میداد که چقدر این سوشال میدیا و حالا فضای مجازی و فیسبوک و چه هم اینستاگرام و جاهای مختلف دیزاین شدن که شما رو یه،, یه, تصویر ایدئال به شما بخورونن و شما رو هی برگردونن توی اون اپه یه کاری بکنن که هی برین تصویرها رو نگاه بکنی و آخرش بتونن بتونی زی بفروشن باهاش حالا اینجور جور ها و اینجور جور که منتشر میشه خب اینا همش دامن میزنه دیگه آدما دوست دارن که بیان توی اون قطاری که داره رد میشه یه سواری بکنن و مثلا بگن که ما این ای عکسای بدمونه اینا عکسای واقعیمونه چیز داره گفتی راجع بد شد اون فیلم رو هم دیدید یا نه ویدیو قبل فکر کنم یه اشاره بهش کردیم چند تا بچه خیلی کم سن رو گذاشتن ازشون میپرسن مثلا تو بدنه چی رو میخوای عوض کنی <متحدت> اکثرش میگن هیچ همشون میگن هیچ چی مگه من چه مشکلی دارم خب قیافه‌ها مثلا مختلفی هم یکی ممکن چاقه یک لاغر هر چی مهم نیست میگه من چه مشکل دارم چرا باید عوض کنم و همون بچه یه ذره که بزرگتر میشه بالاخره اینجوری با ازهان که بازی میشه طرف خودش ایراد میذاره دیگه مثلا ایمان چاقود بعد نبود به نظر من رفت خودش به زور باور الان دارم دوباره برمیگردم به روزای اوج لو آره, آره. برده. آره. بدید دارم برمیگردم به روزای اوج این آره. قرنطینه فکر کردی مثلا بعد و همین دیگه همین چیزی که ایمان میگه تو میری سوشال مدیا رو وا میکنی همه عکس با کیفیت عالی توی مناظر عالی و یه کپشن خیلی مثلا آروم خوبم گذاشته که دیگه زندگی ما همیشه همینه شما که اینجوری زندگی نمیکنی عقبی در که قطعا اینطوری نیست و آدم میبینه بعضی هستن توی سوشال مدیا از مشکلاتشون میگه من حال میکنم مثلا میبینم که طرف مثلا چون فالوور هم داره میگه من این مشکل داشتم من اینجا کارم میلنگید من امروز حالا بودم گریه کردم خیلی مفیده قسمت پادکست هم گفتیم خیلی میگه شکستامون بیایم بگیم چه داره مگه همه ما همیشه موفقیم چیزی از ما کم نمیشه که هیچ خیلی حس خوبیم است که آدم به اشتراک بذاره همه شکست میخورن همه مشکل دارن همه اشتباه میکنن خوبه که آدم اینا رو شیر کنه که وقتی یه زمانی خودش اشتباه کرد اگر درگیر همچین مدل کمال گرایی هم باشه خیلی دیگه خوری نکنه بدون آقا بقیه هم همین کارا رو میکنن خیلی داریم حول محور جمله معروف کار رو میچرخیم که بیرون زندگی بقیه رو با باطن زندگی خود بخون ظاهر زندگی خود خیلی بخش میمد خیلی بخش اون نگفته بود نه داشت بیلده پش میکرد داشت آماده میکرد که خودتون بازه بوده بلی بوش اومد یعنی اصلا آره فضا اون بوی تعفانی زد با حالا دیگه باید گفته میشد که رد شیم آره دیگه ظاهر زندگی بقیه رو ما همشه با باطن زندگی خودمون مایسته میکنیم با تشکر از سوشال میدیا بله. آره تا اینجا من شما رو با خودم همراه کردم که قضیه کمالگرایی چیه هممون همزاد انداری کردیم بالاخره به یه نحوی یا خودمون یا اطرافیانمون دخیلشن اینجا میخوایم یه سری نشونه بگیم که اگه این نشونه ها رو توی هر جا دیدیم بتونیم تشخیص بدیم که این فرد دچار کمالگرایی مخربه در واقع یه ویژگی دارن all or nothing صفحه یک قضیه خب این خیلی جالب میگه یا یه چیز همه چیزش خوب انجام میشه یا یه گوشه یه کارش اشکال پیدا کنه بده اون ای که گفتم همه خوب رفتی یا یه توپق زده باشی میگی بده روز و به خاطر اون من صد مثلا حس بدی داری یا چون مثلا یه امتحانا خراب میکنی بعدیش ولی میری خوب میدی هم. دادی دیگه بعد میگه نه دیگه این آسون بوده من که همون قبلی رو بعدن کلا مثلا کلافه‌ای هم چیه استراش انگلیسی بفهم ها گفت انگلیسی چه تو فکر کنم گفتی all or nothing میگن go big or go home go چی؟ go big or Alright. go home یا بزرگ برو برو خونه دبیرستانه آره خب خیلی هم جالبه نگاه کنیم علوم قدیمی ها که میبینی مثلا فیزیک کلاسیک یا مکانیک کلاسیک آقا نیوتن اومد مثلا سه تا قضیه رو معرفی کرد و کل دنیا رو مثلا با اون توصیف کردن خیلی مطلق بود خب مطلق بود همه چیز صفر و بود یا... یعنی صفر و نه این بود مثلا چلب شتاب این جسم مب... این, این, این بود مکان فیزیکی این جسم قطعاً این بود تمام دترمینستی خیلی مطلق خب بعد الان فیزیک کوانتوم اومده همه چیز یه احتمال شده مثلا ما اون قضیه گربه شرودینگر بود دیگه که گفتیم که چون فرض یه گربه رو شواند. میذاری توی یه جعبه بعد یه ماده رادیو هم اون تو هست بعد حالا این ماده به احتمال 50 درصد ممکنه اکتیو بشه اگه اکتیو شده باشه که گربه میمیره نشده باشه گربه زنده میمونه تا وقتی که در جعبه بسته باشه ما نمیدونیم گربه مرده یا زنده است <تصفح> <تصفح> میگه وقتی که در جعبه رو وا میکنی یک کدوم از این حالت که اتفاق افتاده به چشم شما میاد و شما در واقع دنیا اون حالت رو میگیره و شما اون رو میبینید خب. درست دیگه از اون حالت مطلق فیزیک کلاسیک خارج شد فیزیک کوانتوم معرفی شد تفاصیل مختلفش یه چیز نسبی شد خب ریاضی کلاسیک رو داشتیم که حالا مثلا جبر و هندسه و این چیزا می‌خوندیم چون هم مثلا اندازه وطر فلان مثلث مطلق بود اون عدد مشخص بود اومدیم وارد آمار شدیم ما دنیا رو دیگه با مدل آماری توصیف می‌کنیم احتمال همه چیز توزیع دیگه مطلق نیست یا مثال دم دست سر بزنیم جنسیت قدیم باینری بود دیگه مم. یا شما زنی یا مردی خب الان دیگه میدونیم یه طیف آفرین یه طیفه که اصلا ممکنه آدما توی هر روزشون توی اون طیف بالا پایین شن یا گرایش های خیلی مختلفی هست یه چیز گسسته دیسکریت نیستش این یه چیز یه طیف پیوسته که ممکنه توی اون طیف جابجاشی این دوری هم که ما داریم میبینیم یه بخشش به خاطر آتش سوزی کالیفرنیا است که دلیلی که اتفاق افتاده چیه یه جنده چه چیز کردی چه یه ها همین که کردی پشمام ریخ خودم من خواب موندم مثلا یه چی رو سر کلاس هست نه شد مثلا <applause> گفتم از جندر یوم ما رفتیم توی چیز جندر ریویل پارتی آره آره بگو بگو, بگو, بگو. جشن... چیه جنسیت میگن؟ تعین جنسیت تعین تا... تا... که نیست نه به برمی ای... اعلان, اعلان جنسیت حالا <تصفح> یه بالاخره جشنی شما که, که آبی بزنی پسره نمیدونم صورتی بزنی اینا رو من هیچ وقت نمیفهمم برات میگیرم خانواده ایشون اومدن بگن که پسره زدن سوزوندن نصف کالیفرنیا یه خالی ترقه ای زدن فر... فراد داشت میگفت بیشتر نه بگو کارو بگیده. نه بگو من اصلا نمیخوام بگم یه چیزی میخوام بگو اگه میخواستم جز جالا بگیم این بگیم. آره یه همین خانواده اومدن مشخص کردن جنسیت بچه‌شون که پسر بوده یه از این ترقه هایی که میره راه هوا و دود آبی میکنه زدن و اینه این آخرش یه سری میسین که جرقه میزنه بعد اینا توی زمینی بودن که از این گیاه های کوتاه و خشک بوده عالی. اینا میگیره و دیگه خیلی سریع پخش میشه میره میره اون روزی که من خبرش رو شنیدم دو روز گذشته بود 21 هزار نفر بی خانمان شده بودن و اومده بودن فحش یعنی خیلی باحال بود نوشته بودن آقا اصلا به ما ربطی نداره بچه تو اون بچه فلان فلان شده چی. اصلا ایلین باشه فلان باشه اون بچه به دنیا نیومده داره فحش مادر میخوره الان حالا من اینو خیلی دیده بودم حالا کارو میگه نمیدونه ولی توی سوشال مدیایی که حالا من دارم و میاد تو اون اکسپلور پیجم و اینا زیاد میاد که مثلا او مثلا این یه مهمونی جدیده برای فقط دختر با بیکینی میاد باور هر آره مثلا بادکنک میره با مثلا تو اگزوز ماشینشون یه اگزوز خواهر چیز میریزن یه دودی میریزن مثلا دود صورتی میاد بیرون این دیگه بدترینش بوده و اسفر really yes, به آمریکای شمالی رو دارن میسوزونن حالا تریور نه no, حرف جالب میزن این داشتم تو راسته میگفتم که قدیم حالا جنسیت باینری بود سفر بود تریور نوا داشت و گفت بابا حالا شما این کار که همه جا رو سوزوندین بچه که تو اون سن اصلا قابلیت تشخیص جنسیت خودشون جنس رو شما دارید سکس رو دارید میگی نه جندر رو بعد اونو بذارید 18 سالش شد خودشون خورش. کارو میکنه جشن میگیره آره به هر کاری دلش خاص بکنه وقتی که به سنش رسید خلاصه این و مورد آخر کامپیوتر قدیم باینری بودن دیگه کامپیوتر که ما استفاده میکنیم همه باینری صفر و یکه. دارن روی کوانتوم کامپیوتینگ تحقیق میکنن که یه چیز فاضیه یعنی احتمال وجوده که صفر و یک نیست یه عدد بین صفر و یک حالا اون در هر بیت مثلا میتونه اینجا بهش میگیم بیت اونجا یه اسم دیگه ای داره میتونه حالات مختلفی رو توی خودش داشته باشه حالا پردازش سریع تره، اطلاعات بیشتری تو خودش میده به اینو میخواستم بگم قدیم همه چیز مطلق بود صفر و یک بود الان یه حالت تیفتوری شده ولی خب اون حالت قدیمی تو ذهن ما انگار مونده که all, all or nothing شما حالت کمالگرایی داری یا کاری که انجام میدی همه چیزش به بهترین شکل انجام شده و راضی یا نشده باشه ناراضی این گوشه من چیزم بگم فازیلاجیک اگه شنیده باشید آقای دکتر لطفی زاده بله. مفهوم فازی لاجیک رو گفتن که همون پروببلیتی بین صفر و یک حالا حالات اجسام و اینا خلاصه همه چیز از اون حالت مطلق به یه حالت نسبی داره منتقل میشه ما هم اینو اگه تو ذهن خودمون بتونیم تغییر بدیم که حالا من ارائه‌ای که میدم 100 درصدش هم خوب پیش نرفت 80 90 درصدش هم خوب پیش رفت این خیلی حالت خوبیه بعد خوشحال و راضی باشیم دیزی بگم بفرمیم. از اون ورم اینطوری این نباشه که دیگه ما همه چی رو بگیریم ت... تفیش به... کنیم اصلا برام مهم نباشه حالا من 20 درصدمو خوب انجام میدم 80 درصد فدای سرم چون همه چی نسبیه آره به این،, این خیلی حرف خوب و به جاییه خدا رو شکر من توی سه سال خود یه حرف به جا زدم اونم اینجا بود این داستانی که تو اگه مثلا داری یه کاری انجام میدی که چهار نفر دیگه رو دخیل میکنه اونجا تو دیگه نمیتونی بخ مثلا داری پل میسازی حالا من دیگه مثلا 50 درصدش هم خوب انجام دادم اوکی نه اون یه قاعده مشخصی داره شما یه اصولی رو باید رایت, کنید که پول ساخته بشه یا داری عمل جراحی میکنید یا میتونی مثلا گوش قلب یا رو هم مثلا اشتباه این جوش میخوره اون یه اصولی داره اون موقع که کار شما داره بقیه رو تحت تاثیر قرار میده صد درصد باید اون اصول رایت بشه ولی اگه مثلا من دارم خونه رو تمیز میکنم انقدر مثلا گیر دادم به اون لک اون گوشه که هیچ وقت هم دیده نمیشه که به سر زب دیر میرسم خب این اشتباه دیگه تو میبینی داری چی و فدای چی میکنی یا چه میدونم ترس از اینکه شکست بخوری یا توی چیزی بهتری نباشی باعث میشه که خیلی چیزا رو امتحان نکنی آفره. این, هزینه زیادیه دیگه چرا این کارو میکنی این مهم دیگه تو برای اصلا شکست هم قول. نظر برای یکی مهم آره اینه که میگیم که حالا آلور or نباشه ولی تو کارهایی که بقیه تحت تاثیر قرار میده صد, صد خب خیلی چیز هست که تحت تاثیر قرار میده دیگه مثلا همین پروژه‌ای که مثلا میگی سر کار یکی داشه ارائه میداد شاید پروژه مثلا چهار نفر داشتن روش کار میکردن و این شاید یه توپقی که میزنه توی ذهنش اینه که من دارم کاری که اینا کردنم تحت تاثیر قرار میدم یعنی چی میگم الان توی دنیایی که داریم زندگی میکنیم خیلی چیزا با هم دیگه ربط داره یعنی ما همین پادکستی که داریم تولید میکنیم شاید مثلا 50 نفر میشنوند شاید این حالا لذت یا هر چیزی که لذت شنیدن این پادکست رو داریم ازشون گیریم. اگه درست انجامش ندیم. آره دیگه اینا اون که حالا جز اون کارایی که باید اون استاندارد رعایت بشه مثلا ما او. نمیتونیم پس برداد صدای خیلی افتضاح بدیم بیرون حالا اینو کاش نمیگفتی چون یه دو سه هفته است میدیم بیرون ولی نه اونم اشتباه <تصفح> کار روش کار نه. خب ولی این اتفاق زیاد بیفته بعد یه مدت خب مثلا طرف ممکن است خسته کننده آره ولی اون تا اون که به حالا زندگی شخصی خودمون مربوطه و خیلی بقیرم تحت تاثیر قرار نده میتونی بذاره شو کنیم و آره خب این نکته چیه تو اصلا فرض کن تو همون سر کاره بعد اون ارائه تو بیشتر خودخوری کنی بیشتر اتفاق بد برات میفته بیشتر بره. کارتو اشتباه انجام بدی تا اینکه حالا بپذیری حالا من یه سوتی هم دادم بپذیری سری بعد احتمالی که سوتی رو کمتره این خودخوری کردن خیلی بد آدم میفته به جون خودش تو ذهن خودش انقدر خودش رو قضاوت میکنه که از هزار دشمن بدتره دیگه صد درصد خب دیگه چی ببخش من وسط حرفه نه 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 خوبه <تص> مورد دوم اینه که استاندارد بالا داشتن اینه که شما 100 درصد توان تو روی 100 درصد کارهایی که انجام میدی بذاری خب چون همیشه هم باور داریم که جا برای بهتر شدن هست هیچ وقت راضی نمیشیم تحت این شرایط همیشه منتظریم که یه صده اتفاق بیفته مثلا پادکست داریم میریم از هیچ کدوم از اپیزودهای خودمون ممکن راضی نباشیم بگیم که مثلا جاداش بهتر بشون لذت رو نبریم یا تو بازی میکنی اوه مثلا من فعلا مثلا فوتبال بازی میکنی سه تا گلم زدی بردی میگه مثلا چهار تا موقعیت رو خراب کرد آره. این تفکر همیشه با ما هست دیگه میشه بوده بعد فوتبال آره تعمیمش بدیم به چیزای دیگه بعد آه. این خیلی این خیلی ما میگه که ارزش خودشون رو در گروه موفقیت ها و دستاورداشون میدونن خب یعنی فکر میکنن مادامی که حالا دستاورد داشته باشن اونو ارزش دارن توی چشم بقیه توی ذهن بقیه و به محض اینکه دستاوردی نداشته باشن برای یه مدت اعتماد به نفسشون کم میشه درست ندارم. دارم هضمش کنم. کنم این به نظر من خیلی مهمه خیلی ممکنه خیلی همون درگیر این قضیه باشیم مورد بعدی چیه میگه که قفل شدنه روی اشتباهات حتی اگه کوچیک باشه قفل میکنی که من اینجا رو اشتباه کردم و بعد دور خود خودی من یه تجربه شخصی بگم چند هفته پیش بود رفتیم لبه ساحل بعد من تو پارکینگ اومدم پرداخت کنم اون بیلیتو میگم بیلیت پول پارکینگ پول پارکینگ اومدم بدم خب تو ذهن خودم بود اوکیو زدم و کشیدم و سبزم شد و رسیدم حتی دنی این حد دیدم آقا اومدیم بعد دیدم من جریمه شدم من تا همین چند ماه بعد که تشریف آوردیم خونه اینا هنوز داغ دلش رو داغش رو, رو دلم داغش رو بود اصلا نارا داغ دلش رو دلم بود شیری <تصحق> اصلا, او با اصلا با. نمیتونم حرف بزن بعد چی شده بود بود من درست پی نکردم من درست پرداخت نکردم دکمه آخر بود دکمه آخر نزاده, دکم نزاده بودم با اینکه اون روزم اومدم گفتم اوکی بذار من راحت باشم نزدیک پارک کنم پول بلیت اون پارکینگ هم بدم که مثلا زیادم بود چون اولین بار بود که پول بلیت <تصفح> پارکینگ رو ده کیلومتر دورتر میذاره که با اتوبوس میاد نه نیست ولی خیلی خودخوری کردم یه مسئله خیلی کوچیک یعنی حالا اون عددم زندگی من رو تحت از خرار... <تصفح> حالا <میکنید>؟ <تصفح> قرار حالا <تصفح> قرار قرار نمیداد من من یه چیزی بگم چون که احساس تو کلا حرف از بین رفته من بعضی موقع روی ام وسایل هم اینطوری به مثلا یه وسیله هست چه میدونم اسپریه هیچ استفاده هم ازش نمی کنم و هم مثلا سه سال اونجاست هیچ این دستم میخوره یه جا میفته میشکنه میدونم تو سه سال آیندم نمیخوام با برم یکی رو بخرم که اصلا خورد نشه نسبت به اون وسیله ای که خراب شده دست پلی اون کالکسیونه من ماشین من ماشینم یه جا پارک کرده بودن یکی زده بود در رفته بود یه خشی هم افتاده فرادی تو هم نرفت رنگش این رو مخ منه نه همش... تو سال هاست رو مخه تو آن... اگه رو مخه, مخه نیست عجیب ولی یه وقتی بخش... رو بخش... این... اینا از... باش کنار بیا اگه رو مخه بود درستش میکردی آره اونجوری رو مخه نیست هر دفعه میریم در ماشینش بیگه داستان از رو مخه یه طورایی آره افت میشیم روی اشتباهات و این تعویق انداختن کارا خب اینا که پروکراستینیت میکنن تعویق میندازن می چرا این کار میکنن یه سریاشون همه من بگم از بخاطر تنبلی باشه ولی بعضی بخاطر اینکه حس کنن چون زمان و انرژی الان زمانی که الان دارن و انرژی که الان دارن کافی نیست برای اینکه اون کار رو به بهترین شکل انجام بدن اینو عقب میندازن میگن م. باید اون زمان و انرژی خاصه برسه که من بتونم این کار رو انجام بدم درست م. اینو هی عقب میندازن خیلی از کارشون رو عقب میندازن و حتی اصلا ممکنه اسه کارا رو هم شروع نکنن هیچ وقت به خاطر اینکه فکر کنن دیگه الان زمان مناسبش نیست من نمیتونم به بهترین شکل انجام بدم و سرطان آخر رو هم بگم روی قبلیه من دوره میتونم این سه سال بزنم دوره برمیگردیم سر همون کسایی که حالا میخوان پادکست درست بکنن یا هر یه کاریو میخوان شروع بکنن همش توی این فکرن که من بهترین چا میکروفونا رو میخوام بهترین ویدیو کمرا رو, رو میخوام نمیدونم بهترین افراد رو میخوام که باهاشون شروع بکنم یعنی ما خودمون شاید اگر که اونقدر اولش مطب خشخش نمیذاشتیم شاید الان یه ذره جلوتر بودیم زودتر شروع کرده بودیم یا هر چیز دیگه این کمالگرایی توی شروع کردن و حالا داشتن یه سری از وسایلم من خودم خیلی درگیرش بودم قبلا و میدونم که خیلی هم اصلا که اینطوری فکر میکنن که من باید حتما فلان چیز رو داشته باشم تا بتونم شروع بکنم اگر که کوالیتی من از 100 مثلا روی 75 باشه اصلا بهتره که شروع نکنم سعی کنم صبر کنم تا این اتفاق بیفت آره این نوشته بود اینا که خیلی کمالگرا هن اصلا کار, کار مختلف رو انجام نمیدن ولی اون کاری رو فقط انجام میدن که میدونن بلدن و میتونن خوب انجام بدن من. در صورتی که اکثر مواقع اینطوریه که آدم وقتی یه کار شروع میکنه قطعا نمیدونه باید چه جوری انجامش بده ولی خب تو مسیر مشخص میشه ولی انسان کمالگرا هی ممکنه عقب بندازه و اصلا کار رو شروع نکنه دقیقا یه مثال ماشینی هم هم بزنم بفرم کمپانی تسلا که خب الان تقریبا همه گی شنیدن اسمش رو حتی کی؟ یه با تسلا تسلا بل <تصفح> ماله آقای ایلان ماسکه این خب یه کمپانی تکنولوژی اول دیده میشه تا بعد یه کمپانی ماشین سازی بعد الان که مثلا چندین سال از،, از تولید ماشیناش میگذاره اینا هنوز که ماشینا میاد بیرون خیلی مشکلات مثلا ریز داره مشکلات ریز کاری و حتی مشکلات رنگی یعنی رنگ خوب روی ماشین رو نمیزنه بدترین رنگ تو... آره ماشین رو آره از از تا... تو آره از حتی پراید, واقعا بدتر یعنی رنگ پریدگی ماشین نو تحویل میگیری یه جاش رنگ نشده اسپری نخورده حتی. ولی یکی از نقاط ضعف هم هست خیلی هم ایلان ماسک ای سر این قضیه ولی میگه که من این کار رو باید شروع میکردم نمیتونستم منتظر بمونم تا کوالیتی رنگم مثل مثلا رقبای مثلا حالا بنز بی ام و این این کمپانی که سال ها تو داستان باشن این استارت کار رو زده ولی خب هنوز مثلا میبینیم صندلیاش بعضی وقت مثلا دوختش درست انجام نشده مثلا اون دور شیشه کامل جا نیفتاده <تص> حالا نمیدونم دقیقا مثال چیزی <تص> نه, نه ولی اینم یه کاریه که ایلاماس میخواست انجام بده داد و خب تاثیرش رو گذاشت روی تقریبا صنعت ماشین سازی و تمام کن جملت که من بگم تمام شد اینجوری هم کمالگرایی به خرج یه <تصفح> دیگه که هست ببین برحال آدم ها به حال همه آدما به طرق مختلف حالا زاده شدن یه سری استعدادا رو داریم یه سری استعدادا رو نداریم بزرگ که میشیم یه سری چیزا رو یاد میگیریم بعضی همون یه سری چیزا رو یاد نمیگیریم یه نقاط قوتی داریم این هم باید بهش بپردازی دیگه مثلا همون ایلان نقاط قوتش توی اون حالا روشی که ماشین حرکت میکنه جوری که چقدر مثلا هوشمند، جوری که موتور موتور حالا ماشین روی تمام چرخ قرار گرفته یه ماشین خیلی هوشمند رو اومد تحویل جامعه علمش. شاید واقعا آمدستان. روی یعنی نقاط قوتش روی همون سرمایه گذاری کرد و تونست حالا اون کالایی که داره تولید میکنه رو به بازار عرضه بکنه ولی روی چیزای نقاط دیگه هنوز داره کار میکنه یعنی ما از اولش هیچ وقت نمیتونیم 100 صد درصد یز پرفکت بدیم به قول کارون یواش یواش توی اون راهی که داری میری یه سری چیزا بهتر میشه و یه سری یاد میگیری در نظر بقیه هم بگیم بفرمایید من پرسیده بودم که حالا رابطتون با کمالگرایی چه مخرب بوده به نظرتون یا نه آینا؟ نظر زیاد اومد من چند تاشو میگم روژین که اول گفتش که خیلی سعی جواب داد گفت بله به پیشرفت گرایی نه به کمال گرایی بله <تصفح> <تصفح> این بله این خیلی حرف درستیه منم که میخوندم خیلی به این اشاره کرده بود که چون وقتی کمالگرا باشی تو میای خودتو با بهترین اون کار مقایسه میکنی آفه. مثلا آف. چون هم میخوایی مثلا دونده بشی و میری خودتو با یوسن بولت مقایسه میکنی یا ایمان مثلا گیم میخواد بازی کنه با بهترین اون کاری آره ولی تو اگه بیای خودتو مثلا با دیروز خودت مثلا خزیه دیگه همه هم میگن ولی بیای خودتو با خودت مقایسه بکنی این خیلی راحت میشه برای آریان گفتش که معمولا میگن خوبه خیلی قشن گفته ولی عالی ترین نوع یک چیز همه جا بهترین انتخاب نیست. <تص> بله خیلی زیبا به نظر من اشاره کرده سینا گفته که مخرب آدم کمالگرا هیچ وقت راضی نیست که قطعا همینه اسمشون رو نمیدونم آیدشون سخت بود نوشته بود لذتش بیشتر برای بقیه است چون اونا آدم موفقی رو میبینن ولی خود اون آدم راضی نیست و لذت زندگی در لحظه رو نداره بعد شیرین گفتش که تا یه زمانی به عنوان ویژگی خوبم دیده میشد الان همش باید رو خودم کار کنم تا مغزم رو درگیر نکنه مثلا میدونی یه شوری توی تو را میندازن که اون حالا اگه تو هم یه ذره کمالگرا باشی بیشترش کنی مثلا این ممکنه بهت آره فلانی خیلی دقیقه همه کارش شد مثلا با دقت زیادی انجام یاد بیده. بگیر ازش آره تو دیگه هی دامن میزنی به اون قضیه و ممکنه به سمت رفتار حالا مریضگونه بری تا اینکه شیوه مثبتش رو استفاده کنیم و یه تعداد خیلی زیادی حالا من چند رو میگم ریحانه هدیه یوسف علی مونا شقایق اصل حامد اینا همشون از اثرات منفیش گفتن مثال زده بودن که چه جوری حالا انرژیشون رو گرفته یا زندگی رو براشون سخت کرده تا اینجا مدل های مختلفش رو گفتیم چند تا مثال زدیم و گفتیم که چه نشونه هایی داره یه چند تا راه خیلی دم دستی هم میگیم که اگر خودتون حس میکنید تا یه حدی درگیر کمالگرایی هستید چه جوری ممکنه با هاش در واقع مقابله کنید و اوضاع رو بهتر کنید یکی اون قضیه که قسمت جایی صحبت کردیم کار درست رو کردن یا کار رو درست انجام دادن مهم. بله که انگلیسیش doing the right things یا doing things right مهم. در واقع اینه که شما مثلا یه مجموعه کار داری به جای که هر رو کاری رو که میخوای انجام بدی سعی کنی همش رو با بهترین کیفیت ممکن انجام بدی با یعنی صد درصد توانت روش بذاری میتونی چند تا کار رو انتخاب کنی و اونا رو خوب انجام بدی بجن که همه, همه رو مثلا تمام انرژی روی اونو بذاری و حالا توی بیزنس و اینا تحلیل کاست بنفیت انجام میدن تو باید بری ببینی من اگه بخوام مثلا این کار رو با بالاترین کیفیت ممکنه انجام بدم از چند تا کار دیگر میمونم اصلا این میارزه یا نه فرض کن مثلا اون مثالی که زدیم چرا تو مثلا داری میشوری انقدر دیگه مته به خشخاش بذاری تا اون جایی که میخوای بری رو دیر برسی قرار مهمی هم باشه یه کاست بنفیت اونجا تحلیل بزنی میبینی حالا مثلا امید. این گوشه ای چرخ اومدم کثیفون بالاخره فردا که قرار کثیف بشه هیچ اتفاقی نمیفته ولی اگه باعث بشه من اونجا زود برسم خب برای من بهتره دومیش اینه که اولویت بندی کنیم ببینیم کدوم کار برای ما اولویت بیشتری داره اون کاری که اولویت داره رو واقعا سعی کنیم با کیفیت خوب انجام بدیم <applause> بقیه رو دیگه یه ذره سخت نگیریم به خود و مثلا همون مثالی که ایمان گفت داری یه جا کار میکنی خب اون کاره باید با کیفیت خوب تحویل داده بشه آدم انرژی و توانش رو روی اون میذاره ولی حالا شب داری مثلا بازی میکنی بهترین هم نبودی نبودی اهمیتی نداره داری لذت میاری از زندگی دو. و میگه اون مدل فکرا که همه یا هیچ ناتینگ اور آل یا اون که مغزمون روی اون اشتباهی که قفل میشه میگه وقتی که میاد آگاه باشیم بهش بدونیم این اتفاق داره توی ذهن ما میفته ولی همزمان بدونیم این اعتبار ما توی ذهن بقیه اعتبار ما به عنوان یک انسان به کیفیت حال انجام دادن این کاره نیست صرفا ما به عنوان حالا انسان خودمون ارزش داریم و ارزش ما صرفا به خاطر اچیومنت ها یا اون چیزای دستاوردهای ما نیست در گروه اینا نیست و وقتی این فکر اومد به اینا آگاه باشیم و بذاریم بره شل کنیم نه همین لباس زیباس نشان آدمی هست عجب. و آخرین مورد هم اگه خیلی آزار دهنده باشه ما من امروز وارد در واقع بحث خیلی دیتیل علمیش نشدم روانشناسا خیلی بحث زیادی راجع به این قضیه کردن مریضی های مختلفی رو میتونه به وجود بیاره ولی اگه خیلی به سطح آزار دهنده رسیده باشه دیگه میتونیم با مشاور صحبت کنیم و درمان حرفه ای رو جویا بشیم او. او سی دی او, سی دی او سی دی قطعاً بعد آدمی که حالا خیلی کمالگرا باشه ممکنه استرس داشته باشه همیشه انگزایتی داشته باشه اصلا دیپرشن داشته باشه به همه این چیزا ممکنه منجر بشه و درمان حرفه ای لازمه یه من میتونم بگم تمام شده حرفه ما حالا در این صحبت کردیم که حالا نباید تو هم یو سمبل تو برای خودمون در واقع با اون بخوایم رقابت بکنیم یا مثلا من بخوام نیک رو نگاه بکنم یا هر کس دیگه من با این مشکل ندارم که الگو برداری بکنی یا یعنی ببینی که مثلا اونا دارن چه کاری رو درست انجام میدن چه کاری به نظر تو تو آخر کار میخوای یه سرویس یه پروداکت یه چیزی رو ارائه بدی ببینی چیات میخوای شبیه اونا باشه و چیات حالا جای کار داره چیارو میتونی عوض بکنی یا هر کس دیگه من به نظرم شاید این واقعا بد نباشه که بعضی موقع آدما نگاه بکنن الگو برداری بکنن بدون اینکه براشون مخرب باشه بدون این که همه چی رو بخوان مثل اونا انجام بدن ولی تو میتونی یه ذهنیتی از اون سرویس از اون کالا ارز دیگه که میخوای در آینده توی ده سال آینده ارائه بدید توی ذهن داشته باشی این شاید بد نباشه و اینو بگم حالا نظر شخصی منه شما میتونید مخالفت بکنید حالا یعنی الگو قطعا الگو برداشتن کار بدی نیست اونجوری که مقایسه کنی خودت، مثلا من کی مثل اون میشم اونه که اشتباهی که روجنم گفت جوابش هیچ وقت پیشرفت آره پیشرفت گرایی خوبه ولی کمال گرایی خوبه جالب, جالب بگیم بگیم, بگیم. من تو اپیزود هفته. خیلی ساکت برای اینکه حرفایی که کارون زد خیلی داشتم به خودم فکر میکردم و فهمیدم که تو کار خیلی اینطوری هم و فهمیدم زیادم خوب نیست توی اپیزود قبلی هم خیلی شاکی بودن که شما انقدر ساکتین ساکت کلا شما و فرهاد از هفته ساکت ساکت حالا جی قبل تو, میگذار بگو بریم سر یه ذره کامنت خب اپیزود کوروش هفته پیش کامنت خیلی گرفت هم یوتیوبش هم تو اینستاگرام و خب کامنت هم خیلی کامنت های مثبتی بود خیلی از طرفداران کوروش و میا بودن و ادوان جالب بود که با همم صحبت میکردن تو کامنت ها آره این چیزی که ما بود نده بودیم تو توییتر من زیاد میبینم و تو توییت تو جواب هم رو میدم ولی توی کامنت های اینستاگرام و یوتیوب من نیده بودم که با همدیگه شروع کنن در مورد بحث کردن یا صحبت کردن ولی کلا حالا طرفدار کوروش که خب خیلی حال کردن و ولی فکر کنم کسایی که خود که هم دنبال میکردن جالب بود براشون اون مصاحبه چون به خاطر کاراکتر خود کوروش ما هم خیلی حال کردیم که اینجا بود آفرین در مورد اپیزود قبل اون در مورد نصیحت و این این نصیح که نصیح ایمان ها. رفت اولا که ایمان خیلی استرس کشید سر اون اپیزود به خاطر اینکه صداش آره من شد و... دو بار آفلود کردم نمیدونم چرا حالا بگم چه توی توییتر گفتم من سعی کردم که روی پی سی اینو ادیت بکنم و این خب یه پروگرام کاملا متفاوته من روی فاینال کاپ پرو روی مک چیز انجام میدادم الان روی ادوبی پریمیر دارم انجام میدم حالا کسایی که با مک کار کردن مک خیلی یوزر فرندلی تره خیلی راحت تر کارا رو میتونی انجام بدی پی سی تا خرتناق آپشن بهت میده که بخوای چیزا رو بالا پایین بکنی و خب یاد گرفتنش هم خیلی سخته کار باش انجام دادن خیلی سخته برای یه دلیل که نمیدونم هنوز چیه اینه که این اومده بود صدای پادکست ما رو استریو کرده بود یه ورشو اومده بود میوت کرده بود قسمت رایتشو فقط صدا از اسپیکر چپ یا هدفون چپ یا اگه داشته از دوتا اسپیکر داشتی فقط از یه سمت می اومد برای همین حالا من دیگه از وسط کار اومدم خونه و روی اون اپیزودی که ادیت شده بود آوردمش روی کامپیوتر مکه دوباره یه بار دیگه ادیت کردم دوباره آپلودش کردم دوباره یه تیکش این اتفاق افتاده بود دیگه به بزرگی خودشون بباشه دیگه چهار دقیقه آخر اپیزود از یه ور میشه ولی بقیهش اوکیه حالا قبل از اینکه من از این تصمیم رو دوره بگیرم که بخوام روی اپلیکیشن دیگه برم اول سعی میکنم یاد بگیرم اپلیکیشن رو بعدم برم کار رو انجام بدم یکی کامنت داده بود زیر اون اپیزود که کارون جان همین عبارت نه کنی و نه بشنوید خودش یه نصیحت نیست که مرد یه لول دیگه بود جالب بود سوگرد هم گفته بود یتخر اینو تو کس باکس گفته بود بره. واجه جالب بود که استفاده کردیم کنم ایما اینا استفاده کنم یتخر آدم های... اه... ریشه در کجا داره فکر <تصح> <تصح> کنم کلمه ترکی باشه نیست زیاد میگفتن توی چیز. من من خود حالا من چیزای ما اینجا باشاشون شدیم آره <تصفح> یعنی آدم ای کلی گنده مثلا <تصفح> تو در خراشیده نتراشیده آفر گولاخ بعد بدن <اه>، بعد <تصفح> در ادامه سویان گفته بود خیلی عالی بود کاش میتونست این پادکست رو بدم بابام گوش بده واقعا با اپیزود نصیحت چرا نمیتونم بدم حالا چون تو با الان باهوشون بهش نصیحت چون این بات رو سو میشه اینا راه نمیشه حالا میتونیم از میتونن خیلی غیر مستقیم مثلا یه مسیر رو که راهندگی میکنن تصادفی بذارن این من این شاید. جلوی آدم این پادکست جلوی آدم حسین بزنم این شعر رو با ابی رو گوش بدیم یگانه توییت کرده بود که بالاخره اولین اپیزودم از خودکست رو شنیدم اپیزود نصیحت تازه نصیحت هم نکن اه؟ آره اه و خب از یه اپیزود خیلی صمیمی انتظار نداشتم چیز خاصی یاد بگیرم اما این, این کلی چیزای مهم جالب و کاروردی در باب نصیحت داشت که چند تا هم ریپلای کرده بودم اینا گفته بودن آره این یا کس باکس بود این توییتر بود این, تویتر. تویتر این حالا این خیلی جالبه این که ما با یه پیش زمینه ذهنی میایم که یاد بگیریم معمولا اتفاق نمیفته تو خودکست یعنی ما ايه بيسمعتو نمیشه این باشه که اپیزود سمی اومدی ما هم دیگه وقتی بگذرونیم یه سری چیزا رو مطرح بکنیم ولی هر کی با این مثلا ذهنیت اومده که من برم الان دو تا چیز یاد بگیرم این هیچ آره وقت یاد گرفته ولی تو بهترین حالت اگه ما بتونیم شرایطی رو ایجاد کنیم که به یه چیز جدیدی فکر کنیم آره به نظر من این پادکست به بردیم به هدف خودش رسیده قطعا ما در جایگاهی نیستیم نه سوادش رو داریم نه تواناییش رو داریم که حالا چیزی یاد بدیم ولی اگه صرف این که باعث بشیم حالا یه علامت سوال جدید توی ذهنمون ایجاد شد، از من زیباست یه دقدقه به دقدقه آبی آره حالا بقیه کامنتار ها رو اپیزود بعد میریم ولی تو خبرای چیزی که بالاخره تکلیفش مشخص شد آقای اکبر تبری بودن که به 31 سال زندان در واقع محکوم شد ایشون معاونه معاونه رئیس سابق قوه قضایی ایران بوده و خیلی بحث فساد و کلیپاشو نیده بودی که میگفتن من دوستام اینا رو دادم هدیه کردم کل لباسونم به اسمم میزنه و این خیلی تو اخبار بود این چند ما من بایده بایده و و نه, نه، من دیگه مستخابطه. مستخابطه. یه نکته جالبی دوزم که من توی من پیگیری میکردم این ویدیوهایی که میمد از جلسات دادگاه خیلی وقتا فکر میکردم که آقا این فیلمه جوری ایشون با اعتماد به اصلا انگار جای قاضی و مثلا متهم عوض میشد بعضی وقتا انقدر که ایشون با مثلا صدای رسا و طلبکارانه حرف میزد که اصلا چرا شما اجازه به خودتون میدید همچین سوالایی از, آن سوالای از, سوالای از من از پرسین خیلی خیلی قشنگ اجرا میکرد آفرین حالا ان چیزی 31 که... سال آره حالا آره... آره... چیزی که من فکر میکردم وقتی این خبر رو حالا میگم این چند ماه بود تو اخبار ولی به این سمت این اخبار که فکر میکرد آقا اگه این پول ها مثلا بود و خرج کارهای خیلی مهمتر میشد چه اتفاقی خوبی میافتاد مثلا این همیشه تو ذهن من میاد که اگه ایشون اون پولا رو نبرده بود چی میشد دیگه 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 اون پولا رو نبرد صد 100 درصد صرف کار خیریه و مردم ده. نه نه, نه. آره نه. خب خب تو ذهنت اون سناریو آره می آره خب رو میسازی دیگه مثلا خوب میشد خب برو بعدی با. چون بشون بشون. که زیاد که میکنی توی تو اخبار شیادی و دوزی یه خبر دیگه داشتیم که یه قصه تو بزنی اخبار شیادی و خشم بود آفرین یه دونه حرف نمیزنه ولی یه سگمنت جدید به خود دیگه از ازاوی شیادی و یه کمی شبیه این سریالی که گفتیم اول اپیزود البته تو یوتیوب اون قسمت اول هست سریال انیمال کینگ داریم که یه خانوادن که کلا دوزی میکنن کارشون دوزی در مورد این خبر در مورد آقای چرا دوستاست دو سال هست توی فلوریدا که با چکی که تو خونه پرینت کرده بوده با تو رفته پرینتر رفته پورش 911 خریده به قیمت 140 هزار دلار یه لحظه پورش بده چرا همه خبرهای عجیب غریب از فلوریدا میاد خیلی خبر از فلوریدا بگو و حالا اینکه اون دیلرشیپ چرا این ماشین فروخته با چک بحث دیگه از شما دوستاشون بوده اگه میخواستن کل دیلرشیپ هم می‌زدن میتونی خب ماشین با چک بخری نه این چکی سرتیفاید هست من آره دیگه چکی ولی خب آره با پرینتر آره. بعد خیلی خوب بود بچه ها خودشون با پرینتر عجیبی رقم زد فرداشم میره دوباره چک پرینت میکنه که بره توی جواهر فروشی ساعت فروشی ساعت مثلا رولکس و اینا بخره شیک به مبلغ 61 هزار دلار کم فردا آقا لو میرن و پلیس میگیره و اینجوریه که ما این خبر رو الان قاپونی کشش کرد تو رو قران 139000 تا رفت من یاد خاطره افتادم اولایی که کامپیوتر گرفته بودیم پنتیوم 4 و اینها بله و با پینت آشنا شدیم اولا و بعدا با پاورپوینت فتوشاپ زیاد نبود اصلا نه بود یعنی ولی به لول ما نبود من هزاری چیز کردم مثلا <تصفح> <تصفح> پرینت کردی برای پرینت میکردم اینا توی پینت و پاورپوینت با دست مثلا نه نه کاری نمیکردم ولی آها پرینتر هم گرفته بودیم هزاری چاپ میکردم fas... wow. نه دیگه بعد بابا مفتن کار رو نکن میگیرن خوبم بود اوالش اینا رو میورده تو مدرسه میفروخته هزاری ها رو پونسد میفروخته فرزاد اینو بگم فرزاد دیلر کارت پول بره بود بعد بعد پول بره پول برم زیاد میفروختیم دیگه واقعا نازم و اینا چیز شده بودن افتاده دنبال ما میرسیم به اپیزود بعدیمون که در مورد انترپنورشی بوده ایشون <تصفح> یه انترپنور مایندست <تصفح> دارن آره در مورد هوای هم که حرف زدیم که الان بدترین هوا رو داره در عالم هستی نه صبح مثل این که عوض شده آره تاپ 5 بعدیم آره خیلی بعدیم با شانگ با کجا با شانگ رد صبح من دیم. تهران 18 بود ونکوور بین یک و دو داشت جابجا میشد حالا آره جالب بود زیر اپیزود همون نصیحت نکنیم یکی اومد کامنت داده بود تو یوتیوب تعریف کرده بود که من هفته پیش ونکوور بودم و چه شهر خوبی آره آره فلان من داشتم کامنت ها رو گفتم خوب این هفته نبودی ونکوور آره اینطوری یه اتفاقی هم افتاده فرهاد بیشتر دلیلش رو میدونه این شاپرک هایی که زیاد شدن تو شهر اون بالا الان داریم خیلی زیاد شدن آره شاپر... شاپرک, شاپرک و پروانه چیه اینه اوی که شا... به انگلیسی میگن حالا مات میگن و اینا ی... اینا عمرشون دیگه همینه دیگه اینا پیشرفتی نمیکنن یعنی زیبا نمیشن و چیه زیباست دیگه بنده خدا نه. حالا اینا حالا این حالا اصلا شاپرکه این شاپرکه مات بهشون میگن راستش نمیدونه خب مطمئنا تو گونه و دسته متفاوت قرار میگیره ولی خب اینا مسیر زندگیشون با اونو فرق داره شیراز من همینا میگم پروانه مثل... آره خب مثلا مثلا قاطر و اسب دیگه خیلی متفاوتن خب قاطر اسب قاطر اسب خیلی فرق داره خب میگم دیگه آره اینم اینا میگم همچین فرقی دارن یعنی ما شاپرک و پروانه هم همچین فرقی داره. همچون یعنی چی دقیقا یعنی چهار پا همشون. <تصفح> چی <سادشو؟ تصفح> یعنی چی, چی همچین فرقی دارن با هم من نمیفهمم تفاوت شاپرک شاپارک قاتله پروانه اسبه آقا قاتل مگه اون نیست که یه برش خره یه برش اسبه چرا خب پایینتر قرار میگیره در مقابل اسب اسب خالص با قاتل قاتل رو مثلا آها داری از ویژگی کیفیت میسنجی میسنجی کیفیتش از پروانه پایینتر آره میگه مثلا همونه من چه ما فهمیدیم ما فهمیدیم. باینری درد. نبود جا <applause> <من تصفيق> خب داشتی میگفتی که چه اتفاق بعد آره اتفاقا دانشگاه یو بی سی یه دونه خبر کوتاه زده بود گفته بود ها رو اون مقاله بلندش کار میکنیم و میدن هفته دیگه مثل اینکه بیرون یه سری شرایط جوی یعنی خیلی همین گنگ نمشته یه سری شرایط جوی که پیش میاد هر ده تا پونزه سالی بار که الان مثل این که مربوط به خب گرمی هوا دیگه 2020 دیگه میگه آره بعد این اتفاق میفته با شاپرک <applause> اینا مثل این که جمع میشه این توده این تخمک های تخمای این, تخم های این شاپرک ها و یهو مثلا همه اینا به دنیا میاد میکنن. آره الان هم همه اینا به دنیا آمدن بعد یه ربطی هم داده بود به این ها ولی خب امید داده بود که آقا مثلا تا دو هفته دیگه که هوا سرد میشه همه اینا یهو مثلا خوش میشن و میافتن خلاصه ولی آره الان مثلا در خونه ها رو که باز میکنی بیرون که میری خیلی زیاد یه دو تام تو آسانسور هم بود نه دیدی <تش> <يا>. آره نمیدونم <تصفح> چجوری به آسانسور راه پیدا کرده بود ولی تا اونجا اومده بودن تموم بریم خیلی خب ما توی تمام فضای مجازی اسم اون خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که میخواید تصویری ما رو تماشا بکنید توی یوتیوب هست برید حتما تماشا بکنید ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدیدی که برمیگردیم فلا خدافز 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 خدافز